نه آزادی بدون دموکراسی میشه، یکی هم میتونه بگه اینجا دموکراسی ولی آزادی هست، باید باشن. و به همین دلیل این چیزی بوده که من یاد گرفتم و ازش استفاده کردم و به همین دلیل احساس میکنم اینجا خانه من است، به خصوص به خاطر این مسئله آزادی و تفکر آزاد. مرز آزادی من آزادی دیگران است، یعنی آزادی من محدود مرز، یعنی نباید از مرز دیگران تجاوز بکنم، یعنی آزادی خودم میدونم کجا پایان میابن و این اصل دموکراسیه. این گروه هایی که می زدن وجود داشت، همون گروه، این گروه ها بودن، قدرت نداشتن، قدرت در دولت قدرت داشتن ولی در دولت بودن، در درون دولت بودن، در اون دانشگاه بودن، اذیت میکردن، رفسنجان اینا پرخاش میکردن همونا. اینو به عنوان آدمای لات قلم داد کردم، به آلمانی میشه گزیندل قلم داد کردم. اینا یه سری آدمایی هستن، حتی به اسلام هم دوان چنانی معتقد نیستن، آدمایی هستن. اگر این کار رو ازشون بگیرن خیلی عذر میخوام، ممکنه اینا چیز بشن، چی میدونم، با زن و اینا معامله بکنن، مثلا چی میگن، یه سری کارهای این چنانی بکنن، لاتن میرن تو رستوران ها چیز میگیرن، موقع در قدیم هم بود باج میگیرن، اینا همونا هستن. منتها الان اینجا یه جوری از طریقی پول به اینا داده میشه، اینا این کتکاری رو میکنن. منتها خب جنگ سیاسی هم داره، یه سری آخونده هم هستن که از اینا استفاده میکنن یا استفاده میکنن، احمدی‌نژاد اینا فرض کنیم اگه باشه، یا پاسدار از این گروه استفاده میکنن برای به اصطلاح زدن مردم. به هر حال این چیز جدیدی نبود. در دوران خاتمی که بعد ما جامعه در جامعه شد و مشخص شد که این گروه اسلامی یک دست نیستن، واسه اینکه مردم خیلی ها میدونن ولی در جامعه مشخص نکرده بود که اینا یک دست نیستن و نشون داد که اینا تا اونجایی که بودن سر جمهوری اسلامی با هم توافق داشتن، کنزنس داشتن، با هم دیگه برخاش میکردن، با هم دیگه حرف میزدن. تفاوت این با دوران قبل از انقلاب این بود که اینا حرفاشون رو با هم دیگه میزدن، پرخاشان رو به هم دیگه میکردن، هیچ وقت حالت انفجاری در درون خودشون به وجود نمیاد. تا اینکه چیزایی حتی که گفتن اصلا با همون چیزی که به عنوان اسلام خودشون به عنوان جمهوری اسلامی میکنن تطابق نداره. به همین دلیل یکی میگفت یا زهرا، گفتم فحش دادن به زهرا، زهرا کیه؟ زهرا زهرا نکن برای ما، دیدین دیگه، شنیدین دیگه. به همین دلیل این گروه بودن، این گروه دنبال یه چیز خاصی هستن. الان هم چیز خاصشون همینه، یه سری مسائل اقتصادی پشتشه، یه سری مسائل اقتصادی پشتشه. شما میدونید که در جمهوری اسلامی گروه های مختلف در مقاطع مختلف دارایی های ایران رو یه مقدار از سود بردن، یعنی به جیب زدن، از همه گروه های مختلف پیکرده که با این سیستم کار کرده. الان این گروه میخواد اون چیزها رو به اصطلاح از آن خودش بکنه. دیدید مشخصه، خوندید، همه جا هست. مثلا فرض کن سپاه پاسداران شده یه آدم، یه ارگانی که مسائل اقتصادی، پروژه های اقتصادی در دست میگیره، پروژه های اقتصادی مثل آدم ها هستن، این اجرا میکنن، این هم که اجرا میکنن به اصطلاح آفتراک میگن، به قول معروف چی میگن، کنترات میتون میدن، وقتی این کنترات میگن پول عظیمی دستشون میفته، حداقل کنترات اجرا میکنن ولی خودشون نمیده دست، چجوری میدونم یارو مثلا میکنه 300 میلیون دلار دستش بگیره. خب 300 میلیون دلار یارو یه کنترات خیلی پول خوبیه برای یه آدمی که میدونم فرمانده پاسدار بوده یا میدونم یه چیزی به پاسدار داشت. خب خوش مگه چقدر فکر میکنی؟ این به نظر من این گروه هستن، مسائل اقتصادی در پشتشه. به همین دلیل گروه های رفسنجانی هم که مسائل اقتصادی اونا رو دارن یواش یواش از دور میرن. این اصل قضیه است. و اونطوری که هم همه میدونن، فکر کنم کاملا هم مشخصه، بدون این ساختار، یه ساختاری هست، این ساختار یه ساختار مافیاییه، خود ایرانی هم میگن ساختار مافیاییه. دو چیز داره، یه چیز ساختار سیاسی نظامی که همین پاسدارا و بخشی از پاسدارا میام، این بخشی از پاسدارا و بخشی از همین گروه ها که گفتم که به اصطلاح اصلا دستشون میدن، میدن چاقو بهشون میدن، اینا پول بهشون میدن بزنن اینا. یه سری ساختار مذهبی داره که اونم همون رهبر به اصطلاح انقلاب آقای خامنه‌ای
باشه این کار میکنه. به نظر من این مسائل روشنه، منتها مسئله بر سر دموکراسی، بحث دموکراسی برگرده، این مهمه. کتاب چند سال پیش، همون سال 2003 انتشار دادیم، ایران در آستانه دموکراسی با علامت سوال، زبان آلمانی. یعنی اون کتاب محصول بررسی اون گروه های سیاسی، تفکرات سیاسی آدم های مختلف در ایران بود. همه اینا رو شاید بگم هزاران مقاله این چیزا من نگاه کردم، خوندم، بحث های و چیز تاریخیه در ایران چطور. در مجموع من به این نتیجه رسیدم جامعه ایران در حالت فعلی بهترین آمادگی برای پذیرش دموکراسی داره. دموکراسی داره. به دو دلیل. ایران دو تا شانس داره. یک شانس، شانس سنتیه که ایران یک کشور چند ملیتی هستش، چند مذهبی هستش. آدمای مختلف هستن، سالهای سال داران سال در کنار هم زندگی کردن، هم آدمای ساده هم کنار هم بدونی که به هم بپرن. بس تا اختلاف داشتن ولی هم اختلاف به اون شکلی نه هم دیگر بکشن. این سال هزاران سال هست نگاه میکنید همه این ملیت ها، قوم های مختلف، فرهنگ های مختلف در کنار هم زندگی، این خودش نشونه تحمل هم دیگر کردن است. این یکی از شانس تاریخی که اینجا نداره هنوز. اروپایی که من توش زندگی میکنم میبینید هنوز نداره، چون ناسیونالیسم این چیز شانس از اینا گرفت. ما این ناسیونالیسم به شکل اروپایی نداشتیم خوشبختانه. مسئله دوم اینه که تجربه اروپا است. تجربه اروپا است، همین چیزی که من یاد گرفتم، شما یاد آقایان دیگه یاد گرفتم کشورهای دیگه، اینو بتونن در اون کشور به شکل عالی با توجه به چیزهای فرهنگی خودشون پیاده بکنن. اونم که داریم، میگم دارن، داریم تو ایران. مجلس بوده، از مشروطه بعد مجلس بوده، منتها عمل نکرده. مجلس هست، ساختاری همه جا بوده، مثلا مجلس بوده، نمیدونم انتخابات بوده، مخصوصا در این چند سال اخیر مردم ایران خوب نشون دادن که انتخاب بلدن بکنه، زمین که انتخابشون کم بود، انتخاب بین دو تا بود، سه تا بود، ولی خب اگه 100 تا بود بعدا میرفتن انتخاب میکردن، بلدن انتخاب بکنن، نشون هم دادن جوانا اینا یه نسل جدیدی به وجود انتخاب بلدن بکنن. به همین دلیل من فکر کنم این تجربه اینجایی که داریم، دوم فرهنگ اروپا رو که ما داریم، من باید تقلیدش کنم، باید ادامهش بدیم، ادامهش به زبان خودمون، به خاص خودمون. اون وقت این به همین دلیل شانس است برای دموکراسی ایران. منتها لازمش اینه آقایانی که، خانمایی که جا تحصیلاتی کردن، تجرباتی کردن، دلی به ایران دارن، اینو واقعا همینطور گفتم انتقال بدن و یکی از اون انتقالش با هم دیگه صحبت.
وقتی با هم دیگه میخوان صحبت بکنن باید اون اجماع رو به وجود بیارن. اجماع اینم آدم ها مختلفن، تمام شد. ما باید قبول کنیم آدم ها مختلفن، ایران پیشرفت کرده، گروه های مختلف، آدم های مختلف، تفکرات مختلف، و ما نمیدونیم یک تفکر غالب بدونیم. شرایط دموکراسی باید انسان های دموکرات داشته باشه. مسلما ما یاد گرفتیم، یعنی برداشت من در دموکراسی این شد که اگر کسی بخواهد دموکراسی را در یک جای پیاده بکنه باید آماده باشه اجماع بکنه، و اجماع در سر یک مسائل حداقلی و هدف حد اکثرش اقل یه خورده عقب بذاره. شاید تونه در طول پیشرفت دموکراسی به هدف حد اکثر خودش هم رسید، و اگر نرسید باید قبول بکنه جامعه اینجوریه، چون کسای دیگه هم در این جامعه هستن، فقط من نیستم، منای دیگه هم هستن. ایران به نظر من آمادگیشو دارن، منتها متاسفانه نیروهای سیاسی رشد آنچنان نکردن. این یک مشکل اصلی تو اینه. اون انتقال تجربه که باید اتفاق بیفته به جوانان انتقال داده نشده. نیروهای به اصطلاح غیر از آمریکایی که تو ایران هستن الان هم میبینید جنبش اونجاست، مردم اونجان، ولی نیروی سیاسی نیست اینو مهار بکنه، و این اشکال قضیه است. همه میدونن، فکر کنم سیاستمداران ایران هم این مسئله واقفن که جنبش نیروی سیاسی اونجا نیست دست اینا رو بگیره بگه، و جوانان حرف میزنن خیلی هم خوبه، منتها خب به نظر من کار غلطی یا بعدم دوباره بشین از صفر شروع بکنی. تجربه باید هر چه سریعتر و زودتر به مردم انتقال داده بشه که نه ما رشد کردیم، لازم نیست دوباره از کاری که جمهوری اسلامی گاهی اوقات کرده از صفر شروع کرده تا دوباره رسیده بگه او ما اشتباه کردیم. Mm-hmm.